شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، مصاحبه‌ای با امیر عبدالملکی مسئول کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان ترتیب دادیم. کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان کمیته است که همکنون کمپینی رو در دفاع از پناهندگان در یونان سازمان داده که تا این لحظه موفقیت‌های چشمگیری داشته. این کمپین سیاسی و وقایت انسانی مورد توجه مدیای زیادی قرار گرفته و سازمان‌ها و نهادهای زیادی ازش حمایت کردند. ما هم در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جزء حمایت کنندگان از این کمپین هستیم. همچنین امروز در محل کمپین مراسمی برگزار میشه علیه اعدام و سنگسار که بنا به اخباری که در اطلاعیه کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان صادر شده بود، تعدادی از وکلا یا شخصیت‌هایی در این کمپین در این اعتراض شرکت می‌کنن. امیر عبدالملکی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. با درود به شما و شنوندگان عزیز، من هم از شما سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. البته من یک توضیح برای شنونده های رادیو بدم. احتمالا اگر صدای امیر عبدالملکی خوب نبود به این دلیل هست که همینک در محل کمپین و محل اعتراض امروزشون هستن. به حال اگر کیفیت صدا زیاد مناسب نبود من پوزش میخوام. امیر عبدالملکی لطفاً یک مقدار قبل از اینکه در رابطه با اعتراض ویژه امروزتون صحبت بکنیم، یک مقدار در رابطه با وضعیت کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان بگین برامون که چرا تصمیم گرفتین این کمپین رو بذارین و با چه نیتی این کمپین رو دارین جلو میبرین. بفرمایید. با تشکر از شما، توضیحات کافی و جامعی رو دادید. من هم اضافه میکنم برای اطلاع بیشتر عزیز. کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی از یک سال قبل سازماندهی شد به این شیوه که پناهندگان زیادی از کشورهای جلو دیپورت شد برابر قانون دابلین، در وضعیت بدی به سر میبردن. پناهندگانی که وارد شده بودن به یونان اثر انگشت داشتن و هیچ پناهگاهی نداشتن. کشور یونان کشور به اصطلاح پناهنده پذیریه، جزء اتحادیه اروپا است. اولین اعتراض ما و این سازماندهی از اونجا شکل گرفت، رو کردیم به اعتراض به سیاست پناهنده پذیری کشور یونان. سازمان دادیم، بچه ها خودمون جمع شدیم، کمیته رو تشکیل دادیم و سال پیش به صورت قانونی شروع کردیم مکاتبه و صحبت کردن، گفتگو با وکلا، با یو ان، اقدام به فرستادن فاکس به لمان، به وزارت کشور و پیگیر مسائل پناهجویان ایرانی شدیم. در این راستا موفق شدیم با معاون وزیر کشور ملاقات داشته باشیم. صحبت کردیم. ایشون مدارکی رو به ما ارائه دادن که دقیقاً سیاست پناهنده پذیری یونان رو داشتشون میداد که بسیار سیاست ضد پناهندگی رو داشت. اعلام کردن که کمیته بررسی به وزارت کشور که مسئول بررسی کیس پناهجویانه بسته شده برابر با نامه پی دی 18/2009 از طرف پارلمان، یعنی این مصوبه در پارلمان یونان تصویب شده، این کمیته بسته شده و 47,000 کیس به حالت تعلیق در اومده. این 47,000 کیس، 3,700 کیس متعلق به پناهجویان ایرانی که متقاضی پناهندگی در کشور یونان بودن. این خبر باعث قلب بسیاری از پناهنده ها در اینجا، واقعا قلب اونها جریه دار شد. 3,700 کیس ایرانی در حالت بلا تکلیفی. این خبر شد که بسیاری از پناهنده ها دست به اعتصاب زدن، به تحصن زدن. ما سعی کردیم به صورت سازماندهی پناهنده ها را سازماندهی بکنیم، بتونیم از طریق سیاسی و از طریق منطقی به حقوق خودمون دست پیدا کنیم. در جولای قبل از آگوست، در 18 یا 19 بود که دو پناهجویان ایرانی به نام حمید صادقی و وحید فرشبا در جلو کمیساری های سازمان ملل دست به اعتصاب غذا زده بودن و حمید بعد از چند روز به خودش رو دوخته بود. سریعا کمیته پناهندگان از این مسئله خبردار شد. با وجود اینکه حمید و وحید جزء کمیته نبودن، سازماندهی داده نشده بودن،
حمایت از اونها ما به اونجا رفتیم. افرادی از ما حدود تقریبا 20 روز تحصن کردیم همراه اونا، چادر براشون تهیه کردیم، اونها هم خودشون خیلی های دیگه بهشون کمک کردن. از بچه های ما که همراه حمید و وحید هم بودن 5 نفر موفق شدن که قبولی سیاسی بگیرن و وحید و حمید. این اولین پیروزی بزرگی بود برای کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن. قبل از اینکه اصلا بچه ها تصمیم بگرفتن اعتراض بکنن در جلوی یو این، ما قرار گذاشتیم که بعد از آگوست که اداره ها باز میشه و همه جا مردم دوباره شروع به کار میکنن، تعطیلات تموم میشه، کمپینی رو در مرکز شهر بزنیم. این کمپین در یه جای باستانی در اولین آکادمی فلسفه جهان در مرکز شهر هست، مثلت تحسن کمپین رو بزنیم که پناهنده ها اونجا تحسن بکنن. این کمپین به شیوه آغاز شد که ما دعوت کردیم از پناهجویانی که علاقمند بودن که کیسشون بررسی بشه، بلا تکلیف بودن، سالهای زیادی بود در اینجا بودن، 12 سال، 8 سال، 10 سال و حتی یک بار از اینها مصاحبه یا اینترویو نشده بود. جمع شدیم، باز هم درخواست وکیل کردیم از اتحاد کمونیست، از اتحاد سوسیالیست کارگرانی ایرانی و خارجی کمک خواستیم. اینا به ما 4 تا وکیل دادن به صورت رایگان، دنبال کار ما رو گرفتن و ما هم از 2 سپتامبر در این مکانی که خدمت کردم و در آکادمی شروع به تحصن کردیم. البته توضیح رو خدمتون عرض بکنم، قبل از اینکه ما در آکادمی این تحصن رو شروع بکنیم، ما در کمیساریای سازمان ملل به تحصن خودمون ادامه داده بودیم که بچه ها را دستگیر کرد، خانواده هایی با ما بودن. این امر باعث شد حتی ورودی های به طرف کمیساریای سازمان ملل رو بستن. این امر باعث شد که ما بگردیم جایی رو انتخاب بکنیم که مسئولیت سیاسی داشته، پلیس نتونه وارد اون منطقه بشه و ما بتونیم صدای خودمون رو به گوش همه مردم یونان و دنیا برسونیم. امیر عبدالملکی امیر جان ببخشید من یک سوال اینجا برام مطرحه. شما در اطلاعیه‌های مختلف کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی گفتین که شما و تأکید کردین که شما در مقابل، علاوه بر اینکه در محل آکادمی هستین، یه جای باستانی در مرکز شهر یونان، شهر آتن، منتها تأکید کردین که در مقابل بانک صادرات جمهوری اسلامی هم حضور دارین، یعنی محل کمپینتون اونجا هست. چه تأکیدی روی این دارین و به چه دلیلی این محل رو انتخاب کردین؟ بله، ما وقتی که مقابل کمیساریای سازمان ملل بودیم دقیقا در 40 متری سفارت ایران بود. این فشار آوردن و پلیس اومد ما رو جمع کرد، برخورد شدیدی به ما کردن، شهرداری محل با ما برخورد کرد، سفارت جمهوری اسلامی عامل این امر بود و ما خواستیم که باز در مقابل چشمان جمهوری اسلامی باشیم، در مقابل چشمان رژیم باشیم، در حالی که در منطقه باشیم که مسئولیت سیاسی داره و پلیس نتونه مزاحم ما بشه. منطقه رو انتخاب کردیم، این آکادمی که درست در کنار اون بانک صادرات رژیم قرار داره و این طرف خیابون که ما هستیم مسئولیت سیاسی داره، درست ما اشکا هست و نمیتونن وارد بشن، ما رو دستگیر کنن یا ما رو اذیت کنن. بابت اینکه ما بتونیم وضعیتی رو از مشکلات واقعی ایران، چون سیاسی بسیار خوبی بین یونان و ایران وجود داره، نشون بدیم، شروع کردیم، پرده ای رو آوردیم با پروژکتور. از وقایع اخیر انتخاب و اعدام ها و کشتار ها و تصاویری از خاوران و سایر جاها رو ما آوردیم اینجا روی تصویر نشون دادیم، پرده نصب کردیم، جنایت ها را به همین شیوه که میگم روی پرچم ها نصب کردیم و افشاگری بزرگی رو انداختیم و این فشار بزرگی رو دولت یونان آورد، چون از طرف بانک صادرات رژیم پیغام و پسخان به سفارت فرستاده میشده که اینها دارن همچی کارایی میکنن. مطمئنن که برای ایران و دولت یونان فشار بزرگی وارد شده و اینا بسیار علاقمندن که ما این کمپین، این اعلامیه ها، این تصاویر و این پروژکتور رو فردا جمع، ولی نه، ما نیومدیم که تسلیم بشیم تا اینکه به حقوقمون برسیم. همه پناهندان این کار رو انجام نمیدیم، اینجا وایستادیم. بعد بابت اینکه نشون بدیم ما هنوز معترضیم به سیاست های جمهوری اسلامی، به سیاست های رژیم ایران علیه سنگسار، اعدام، شکنجه، زندانی کردن فعال های سیاسی، امروز کمپین در کمپین